کدام رسانه خبری بود که در همان دقایق اول به درگذشت فیدل کاسترو نپرداخت؟ اینکه مسیر آمده او و ضد مذهب به کجا پایان گرفت، هر روز حرفی و جایی بود. ابتدا خبر درگذشتش را از سوی برادر رئیس جمهور که انقلاب شد تا ریاست جمهوری کاسترو به نیم قرن دوام بیابد و خانوادگی و موروثی شود توجه کنید. Que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. درباره کاسترو، این گفته‌های بی‌طرفانه قضاوت تاریخ مهم است و نه سلیقه دیگر. به بخشی از این گفته از روزنامه لوموند در سایت این روزنامه توجه کنید. À Cuba, celui qui se dit le défenseur des mouvements progressistes du tiers-monde exile ou emprisonne des milliers d'opposants. Certains sont même exécutés. کاسترو کسی بود که میگفت مدافع جهان سوم و آرمان خواهی است، اما هزاران مخالف را اخراج، زندانی و حتی برخی را اعدام کرد. در دهه 60 روشنفکران فرانسوی مانند سارت و یا دوبولیوار و یا دیگر کشورهای مترقی به دیدنش رفتند. کاسترو مظلوم سیاسی آن روزها بود. حتی در اوج قدرت گاه پس از سخنرانی‌های 7-8 ساعته ساکت گوشه‌ای می‌ایستاد. او یک شومن سیاسی بود. می‌گفت تا خودش را باور کند. محبوبیت اولین دلخواسته چنین کسانی است. حتی اگر روزی در پنهان با یار خود فاصله بگیرند و شاید هم یار از آنها فاصله بگیرد. زمانی که باب دیلان و یا جون بایز ترانه سرای آرمان‌خواهی خود بودند، او نیز کمی زودتر می‌خواست صدای حق طلبی باشد. سیاست تا پیش از سقوط دیوار برلین او را تنها نگذاشت. جنگ سرد جوش آورده بود. در این میان قدرت و حکومت یک محاسبه بود، اگرچه همیشه چنین بوده است. تا دیدن فردی که خون سال 1388 ایران را به دستان خود دارد. اما افق سیاسی راه و کار را اینگونه می‌خواست. یک روز معمر قذافی که هر دو آن دیگری را دیوانه می‌پنداشتند و یک روز نمایندگان الهی روی زمین را باید سجده می کرد، در حالی که زمان در حال تغییر و گرسنگی با شعار سیر نمی شد. از فیدل کاسترو در تاریخ بی‌طرف نویسی چه خواهد ماند؟ شاید همان ترانه قدیمی فرانسوی که از هر یک از ما عکسی به زردی رفته و به بیرنگ شده قدیمی. در ادامه خبرها، در فرانسه دور نهایی انتخابات از حزب جمهوری آقای فیون برنده شناخته شد و این برخلاف باورها تا یک ماه پیش. هستند گمانهایی که همکنون او را رئیس جمهور قطعی در ماه مه آینده به عنوان رئیس جمهور می دانند. آمار رقابت‌های گذشته این باور را ممکن می سازد و این در حالی که او حالا در برابر آقای آلن ژوپه دو برابر رأی آورد. انتخاب مردم افکار نو را با چهره‌های نوتری جستجو می‌کند. این عکس از سوریه برای همه کسانی که در شک و شبه سوریه را قضاوت می‌کنند. این تازه‌ترین عکس بمباران ارتش سوریه در این کشور است. می‌بینید در عراق سلفی هم ابزار لحظه‌ای از زندگی شده است.